سلام عرض ادب خدمت دانش آموزان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم بریم سراغ مبحث الاعراب و تعریض صرفی که توی کنکورمون 3 تا تست داره، البته توی رشته ریاضی و تجربی و هنر و زبان 3 تا تست، ولی توی رشته انسانی 6 تا تست. امروز میخوام تعریض صرفی بهتون بگم و الاعراب، حالا جلسه بعدمون هم ضبط حرکت رو کار میکنیم. خب بچه ها کنید، توی تعریض صرفی که میگیم 3 تا تست داره، از اون 3 تا یه دونش اسم، دوتاش فعله. خب اسم راحت تره، من اول با اسم شروع میکنم که یه خورده راه بیافتید، بعد میگیم سراغ تعریض صرفی فعلمون. خب بچه ها کنید، توی تعریض صرفی اسم ما باید 5 تا از این موضوع رو بررسی کنیم. این 5 تا موضوعی که باید بررسی بشه، یکشم تخصصی انسانیه که توی تستای انسانی اون موقع بهتون میگم، واسه بچهای انسانی، یعنی همین امروز موقعی که به تستای انسانی رسیدم. ولی الان باید 4 تاشو چک کنیم بچه‌ها. خب من این موارد که اینجا براتون نوشتم، این موارد رو میخوام چک کنم یکی یکی. چیا رو؟ یکی اینکه جنس اسمو باید بگید چیه، جنسش باید مشخص شه. یعنی چی؟ یعنی مذکر و مؤنثش مشخص بشه. مورد دوم تعدادش، یعنی باید بگید اون اسم مفرد، مثنا یا جمع. مورد سوم معرف و نکرش باید مشخص بشه، معرف و نکرش مشخص میشه. و مورد چهارم وزن و ساختار، که بچه‌ها این مورد چهارم خیلی مهمه. حالا یکی یکی اینا رو ما میخواییم بررسی کنیم، اما قبل از اینکه بخوام خود این 4 تا یا 5 مورد رو بررسی کنم، میخوام برم سراغ خود کلمه اسم که اصلا بدونیم چه کلمه اسمه، چون یه دست بچه ها سر این که اصلا خود کلمه رو تشخیص بتونن بدن ضعف دارن. پس من اول میرم سراغ خود تعریف اسم که ببینیم این اسم کلن چیه، چه ویژگی هایی داره، بعد میرم سراغ موارد تعریف صرفیش. بچه نگاه کنید، اسم، تعریف خود کلمه اسم چیه؟ کلمه یه که به تنهایی معنای مستقلی داره. یعنی چی به تنهایی معنای مستقلی داره؟ یعنی این که شبیه حرف مثل در، با، به نیستش. مثلا من الان بگم در، بگم برای، بگم به، بگم از، این معنی خاصی نداره، ولی به تنهایی البته. ولی وقتی میگم کتاب مشخصه چیه، پس معنی مستقلی داره و واسه نامگذاری هم میاد، انسان و حیوان و اشیا و مکان. مثل چی؟ مثلا ناس، مردم، طالب، دانش آموز، فاطمه، شجرت، درخت، قراب، کلاف، مکتبت، کتابخونه، اینا اسمن. حالا نشونه های اسم چیه؟ ما از کجا اگه معنی کلمه رو ندونستیم از کجا بفهمیم که این کلمه اسمه؟ میخوام نشونه ها رو بهتون بگم. بچه ها کدوم صفحه خوب من داخل کانال دیروز جزوه های الاعراب صرفی رو فوروارد کردم، براتون فرستادم. این که دیگه خودتون پیگیر نیستید دیگه، این کمکاری های خودتون رو خواهشن گردن این رو نندازید و خودتون حواستون باشه. کتاب که توی بحث الاعراب صرفی کتاب دیگه، توی کتاب 12 من 4 بار اینو گذاشتم، بعد از هر درس، بعد از هر درس گذاشتم، ولی خب این کامل تره. مهدی حواست به کلاس باشه، گوش کن. اما نشونه های اسم، نشونه های اسم، اسم چه نشونه هایی داره؟ از کجا بدونیم این کلمه اسمه یا نه؟ اگه کلمه الف و لام داشت اون کلمه اسمه. اگه کلمه چی داشت؟ الف و لام، مثلا چی؟ الکتاب. اگه کلمه تنوین داشت، ان، ان، اون، اونم اسمه. مثلا همین کتاب بهش تنوین بدیم، بشه کتاب بون. اگه کلمه ای تای گرد داشته باشه، بچه منظور از تای گرد چیه؟ منظور از تای گرد یعنی این، مثل چی؟ مثلا مثل شجرت. الان شجرت آخرش تای گرد داره. اگه کلمه ای آخرش الف و ت داشته باشه، اونم باز اسمه.
مثل چی؟ مثل مؤمنات، مثل مسلمات. موضوع بعدی که نشون دهنده اسم ماست و نشونه بعدی مجرور به حرف جر بودن. مجرور به حرف جر بودن یعنی چی بچه ها؟ یعنی این که پس از حرف جر بیاد. این که میگیم کلمه مجرور به حرف جر باشه یعنی پس از حرف جر بیاید، یعنی اول حرف جر بیاد بعدش اون کلمه‌ای که بعد از حرف جر میاد اون کلمه میشه چی؟ مجرور به حرف جر. حرفای جر چیا بودن؟ حرفای جر فی، من، الا، علا، ان و الی آخر. اینا حرفای جر ما بودن. خب پس اگه کلمه پس از حرف جرم بیاد اسمه. موضوع بعدی و مورد بعدی که میتونیم به عنوان اسم بگیریم کلمه ایه که پس از حرف یا بیاد، پس از ایوها بیاد، پس از ایتوها بیاد. کلمه ای که پس از اینا بیاد، این کلمه ها هم خودشون چی هن؟ این کلمه ها اسم محسوب میشن. بچه ها کلمه پس از اینها نگاه کنید، مثلا بگم یا ایها الناس. الان ناس چون پس از ایها اومده قطعا اسمه. نکته بعدیش ناس الف و لام هم داره، پس چیه؟ اسمه. اما یه نکته خیلی خوب که گاهی اوقات ممکنه شماها رو توی مواردی که ممکنه بین اسم و فعل ماضی گیر کنید اونجا خیلی کمکتون میکنه. مثلا نگاه کنید بچه ها، الان مثلا من بهتون میگم کلمه این کلمه، ما اینو اسم بگیریم یا فعل بگیریم؟ نگاه کنید این کلمه فکر، این کلمه که اینجوریه ما رو فکر ماضی نگیریم، از کجا بفهمیم؟ هر کلمه که سه حرفی باشه چی باشه؟ سه حرفی باشه و ساکن الوسط باشه. سه حرفیه، ساکن الوسط اسمه. ساکن الوسط یعنی چی؟ نگاه کنید سه حرفی باشه و حرف وسطش، حرف وسط یعنی چی؟ توی سه حرفی وسطی میشه دومی دیگه، دومش به اصطلاح عین الفعل ساکن باشد. توی فکر کاف میشه وسطیه دومیه یا همون عین الفعل. هر سه حرفی که حرف وسطیش ساکن بود اسمه. اینم از سه حرفی ساکن الوسط. اما مورد بعدی که اسم محسوب میشه بچه‌ها مضاف و مضاف الیه، مضاف و مضاف الیه. یعنی شما هر وقت ترکیب اضافی داشتید توی ترکیب اضافی هم مضاف شما و هم مضاف الیه شما، هم مضاف و هم مضاف الیه اسمه. پس حواست باشه داخل جمله هیچ وقت فعل رو نمیتونی مضاف مضاف الیه بگیری، هم از اون ور هم از این ور. پس ناکن اگه مضاف مضاف الیه داشتی قطعا اسمن و اگه تو جمله فعل بود اونا رو نمیتونی مضاف یا مضاف الیه بگیری. موضوع بعدی که خیلی باهاش کار داریم توی تستای کنکور 98 هم اومده مصدرها هم بچه ها. مصدرها چه مجرد باشن چه مزید باشن، مصدرها کلن اسم محسوب میشن. پس حواستون باشه مصدرها رو نباید فعل بگیریم. اما مصدرهای مزید مثل چی؟ مثل افعال، مثل افتعال، انفعال، استفعال، همون هشت بابی که حفظ بودیم. پس مصدر هم اسمن. موضوع بعدی که ما اونو اسم در نظر میگیریم قیدهای مکان و زمانن. پس بچه ها قیدهای مکان و زمان چی هن؟ اسمن. مثل چی؟ مثل مثلا بالا، چپ، راست، مثلا فوق، تحت، جنب، یمین، یسار، حول، قبل و بعد و امام و وراء و اینا، مثلا صبح و ظهر و شب و اینا. قیدی که دال بر مکان باشه یا زمان باشه اونا چی هن؟ اونا اسم محسوب میشن. مثل چی؟ مثل قبل، مثل بعد، جنب، جنب یعنی کنار، فوق یعنی بالا، انده، انده یعنی نزد. بچه انده میتونه هم قید مکان باشه بشه نزد کناره، هم میتونه قید زمان باشه بشه هنگام. حول، حول یعنی پیرامون. اصلا یه جا میخوایی بریم میگی
ساعت چند بیایم، ساعت چند بریم، میگی هولوش پنج، هولوش پنج یعنی همون اطراف پنج، نزدیکای پنج. لیل شب، صباح صبح، یام روز، امس دیروز. پس قیدای مکان و زمان هم چی حساب میشن؟ اسم. اما مورد یازدهم، ضمیر، اسم اشاره، اسم موصول، اینا هم چی هست؟ اینا هم اسمن. ضمیرها کدوم ها فرقی نمی کنه متصل یا منفصل، میخواد هو باشه، میخواد واو باشه. اسم اشاره هازا هازهی، اسم موصول الذی التی، اینا نشونه های اسمن. پس بچه های کلمه یکی از این 11 تا مورد رو داشت، اینا میشن اسم. خانم ما این 11 تا مورد رو داخل کتاب خودم ندارم و نیاوردم، الان اینجا بهتون دادم. پس جزوهایی که داخل کانال میفرستم سعی کنید تا جایی که امکان داره پرینتشون کنید. خب این از این. بچه سوال نیست؟ خب بذارم بالا عکس بگیرید. اوکی بچه، این نشونه های اسمه که 9 تاش اینجا هست، الف و لام باشه، تنوین باشه، تای گرد باشه، الف و ت باشه، مجرور به حرف جر، یعنی چی؟ یعنی حرف جر بیاد، کلمه‌ای که پس از ایها و ایتها بیاد، سه حرفی ساکن و وسط. این سه حرفی بازم تاکید میکنم خیلی جاها کمکتون میکنه. مضاف و مضاف الیه، مستر و دو تا مورد آخر، قیدهای مکان زمان با ضمیر و اسم اشاره. خب این از علائم و نشونه های کلمه ایه که ما اونو اسم در نظر میگیریم. پس اگه یکی از این موارد بود قطعاً چیه؟ اسم بچه ها. خب اما بریم سراغ مواردی که باید بررسی کنیم. بچه ها خب من هم درسنامه رو بهتون دادم، هم آخر سر اومدم براتون نموداریش کردم. من اول با نموداری بهتون توضیح بدم، بعد میریم از روی درسنامه هم میخونیم که چی به چیه. پس نکنید بچه ها، الان من اسم رو بهتون گفتم چیه، میخوام برم سراغ موارد تحلیل اسم، که این اسم ما از نظر جنس یا مذکر یا مؤنث، که توی همه تحلیل صرفی های اسمم میاد. پس اگه مذکر باشه بچه ها، این دستبندی که بهتون میگم حقیقی یا مجازی، الان توی کنکور بهت نمیگه مؤنث حقیقی یا مجازی، نمیخواد، ولی واسه اینکه بهتر درکش کنی دارم بهت میگم. این که میگیم اسمی مذکر حقیقی، یعنی که انسان یا حیوانیه که نر باشه. خب یعنی چی؟ یعنی قابلیت ازدواج داشته باشه. این از این. اما این که میگیم مجازیه، مجازیه یعنی چی؟ یعنی اشیایی که مکانهایی که نشونه مؤنث ندارن. مثلا نگاه کنید کتاب. کتاب شیء دیگه، مثل مسجد مکانه. اینا چون نشونه مؤنث ندارن، چون نشونه مؤنث ندارن، ما اینا رو میگیریم مذکر. پس نگاه کنید، محمد چون نرده یا انسان نر محسوب میشه، این میشه مذکر، مذکر حقیقی، و اشیایی هم که نشونه مؤنث ندارن میشن مذکر مجازی. ما با این حقیقی و مجازی کاری نداریم، فقط همین که تشخیص بدید مذکر کفایت میکنه. اما مؤنث ها که چالش بیشتری نسبت به اسمای مذکر دارن، مؤنث ما یا حقیقیه یا مجازیه یا معنویه. باز میگم این عناوین حقیقی و مجازی و معنوی رو بهت توی آزمون و توی کنکور نمیدن، فقط واسه اینکه راحت‌تر و بهتر درکش کنی برات آوردمش. خب ناکنید بچه ها، این که میگیم مؤنث ما حقیقی یعنی چی؟ یعنی همون انسان یا حیوان ماده، مثل فاطمه، مثل مریم. مجازی باشه یعنی چی؟ مجازی باشه یعنی اشیا یا مکانهایی که نشونه مؤنث رو دارن. پس اشیا و مکانهایی که نشونه مؤنث دارن مؤنث مجازی محسوب میشن، که همون مؤنث میگیریم. مثل مدرسه که ته گرد داره، مثل سیارت که ته گرد داره،
مثل شجرت. این هم تیگرد دارم. اوکی. این از این. پس یا باید اسم حیوان یا انسان ماده باشه و یا این که نشونه مؤنث باشه، یا مورد سوم که بچه توی تستا خیلی ازش زیاد میاد، این مؤنث معنوی است که بچه ها توی گزینه ها گیر میکنن و اذیتشون میکنه، اینه که بچه ها ما این اسم ها رو باید مؤنث بگیریم. کدوم اسم ها؟ این اسم ها، اسم شهر و کشور. اگه اسم شهر و کشور بهت داد توی تحلیل صرفی، باید مؤنث بگیریش. مثل چی؟ مثل ایران، مثل تهران، مثل مکه و هر چیزی که داله بر شهر و کشور باشه، فلسطین و اینا. اعضای زوج بدن، اعضای زوج بدن، اونایی که زیاد کاربرد داره توی تستا و جمله ها میاد، بچه ها ید با عین، این دوتا. خب ید میشه دست و عینم میشه چشم، این دوتا توی جمله های ما زیاد میاد. اما اسم های خاص، بچه ها بعضی از اسم های ما که خاصن و به اصطلاح بهشون میگیم سمایی. سمایی یعنی چی؟ یعنی شنیداری. تو باید شنیده باشی و حفظش کرده باشی، هیچ قاعده و قانونی نداره. ما این دارم چی محسوب میکنیم؟ مؤنث. مثل چی؟ مثل شمس، مثل ارض، مثل نفس، مثل دار، نار. بچه ها توی درس مثلا 1/12 کلمه اومده به اسم فعص، تبر، اینم مؤنثه. مثل روح، اینا مؤنثن. پس بچه ها مذکر ما یا انسان و حیوان نره و یا اینکه شیء و مکانی که نشونه نداره. مؤنث ما یا انسان و حیوان ماده است، یا شیء و مکانی که نشونه مؤنث داره، و یا این که جز این سه تا مورد آخره، شهر و کشور، اعضای زوج بدن با اسمای خاص. خب بچه‌ها اینم از مؤنث‌های ما که درس‌هاش هم باز اینجا بهتون داده بودم، ولی خب براتون دیگه نموداریش کردم که قشنگ جا بیفته. خب بچه‌ها بریم سراغ موضوع بعدیمون. پس توی تحلیل اسم ما جنس ها رو بررسی کردیم، میخوام برم سراغ موضوع بعدی و تعدادمون. سوال، سوال نیست، اگه سوال هست بهم بگید، اگه نکردم سراغ مبحث بعدی که میخوام تحلیل کنم. خب اوکی، بریم سراغ مبحث بعدی که توی تحلیل صرفی اسم باید بررسی کنیم، تعدادشه. بچه ها وقتی میگی دیگه اسمی، مثلا کلمه اسم مذکره، بعدش باید بگی اون مذکر یا مؤنثه مفرده، مثنی یا جمعه. باز تعریفه رو براتون آوردم که چی بشه. مثلا اسم مفرد بر یک نفر، مثنی دو نفر، جمع سه نفر یا بیشتر دلالت داره. خب این تعریفش رو همتون میدونید. اما برم سراغ نموداری هایی که داریم و جمع‌بندی کامل کنیم. خب بچه ها اسم مفرد تعریفش گفتیم چیه؟ برای یک نفر دلالت داره. حالا اگه مفرد من، جنسش هم مهمه دیگه، مفرد مذکر یا مؤنث، اگه مفرد مذکر باشه نشونه ای نداره، مثل مؤمن که هیچ نشونه ای آخرش نیست. ولی اگه مفرد مؤنث باشه یکی از نشونه ها رو داره، ته گرد، الف مقصور. بچه به این الفه میگن الف مقصور. مقصور یعنی چی؟ یعنی الف کوتاه، کوتاه شده. و یا الف ممدود، الف ممدود هم که اینه. اوکی، خب پس اسم مؤنث آخرش که این ستا نشونه رو داره. اما مثنا دال بر دو نفره، آخرش چی میاد؟ آخرش یا الف و نون یا یه و نون کسره دار میاد. ناکنید اینجا مؤمن داشتیم ما، حالا واسه اینکه اون مثنا بشه آخرش الف و نون اضافه میکنیم، میشه مؤمنانه، میشه مؤمنینه. پس چی شد؟ الف و نون کسره دار با یه و نون کسره دار، اینا نشون دهنده مثنا هم. بچه ها مثنای مؤنث به آخرش باید تانه و تعینه اضافه کنی.
مثلا مؤمن میشه مؤمنتانه یا مؤمنتینه، این از این. پس اگه مثنا بود آنه و ینه مثنای مذکر، ولی اگه مثنای شما مؤنث شد این میشه تانه با تینه، یعنی اینا رو آخرش میخواد. اما بریم سراغ جمعمون. توی جمع چیا داریم؟ خب تعریف اسم جمع، اسمیه که بر سه نفر یا بیشتر دلالت داشته باشه. اما خود این جمع ما بچه ها که توی تست هم خیلی اهمیت داره اینه که این جمع ما جمع سالمه یا جمع مکسره. خب نکنید، من اول اصلا بهتون بگم جمع سالم یعنی چی، جمع مکسر یعنی چی. بچه ها جمع سالم یعنی نگاه کنید، یعنی مفرد کلمه میاد آخرش واو و نون و یه و نون میاد، یعنی مفرد سالم میمونه، هیچ تغییری نمیکنه. مثل چی؟ مثل اینجا نگاه کن، جمع سالم مذکر، یعنی مفرد هیچ تغییری نمیکنه، آخرش این نشونه ها میاد. اسمیست که آخرش واو و نون و یه و نون فتحه دار دارد، مثل مؤمنون. نگاه کنید مؤمنون در واقع بوده ال مؤمن به علاوه واونون، این شد جمع مذکر سالم. چرا سالم؟ چون مفردش سالمه، مفردش خراب نشده، مفردش شکسته نشده. اما جمع مکسر، مکسر یعنی چی؟ یعنی اسم جمعی که مفردش مکسر است. مکسر یعنی چی؟ بچه مکسر یعنی شکسته شده، پس شد اسم جمعی که مفردش شکسته شده. مثال بزنم براتون، مثلا نگاه کنید، مثل چی؟ مثل مثلا مسجد. نگاه کنید مسجد این مفرد ماست، اگه بخواد جمع بشه میشه مساجد. بچه ها توی مفرد ما اگه دقت کنید بعد از میم سین و جیم اومده، سه و جد، بین این دوتا الان چی اومد؟ یه کلمه اومد، بخشی یه حرفی اومد الف که مفردش رو به هم زد. پس اگه مفرد من تغییر کنه مفرد شکسته بشه، بهش میگیم جمع مکسر. اگه تغییر نکنه نشونه هامون آخرش بیاد میشه جمع سالم. اینم از این. اما بچه ها نکته خیلی مهمی که داریم اینه، این نشونه هایی که بهتون گفتم اگه جمع سالم مؤنث باشه الف و ت، اگه جمع مذکر باشه واو و نون یه و نون، و اگه مثنا باشه تانه تعین الف و نون یه و نون، و اگه مؤنث باشه اینها، اینا باید زائد باشن. اینا باید چی باشن؟ زائد، یعنی جزء حروف اصلی خود کلمه نباشه. اینم از اسمهای مثنا و جمع. سوال؟ اوکی. خب حل، اونا که میخوان عکس بگیرن عکسشون رو بگیرن، شما بریم سراغ مبحث بعدیمون. پس مفرد مثنا جمع حواست به این نشونه هاش باشه. اینم جمعمون که کامل آوردم. اما بچه ها در مورد جمع مکسر من چند تا وزن بهت دادم، حالا وزنا رو میخوای حفظ کن، ولی
نیاز آنچنانی به حفظ وزنای جمع نیست. همین که مفاد کلمه ها رو حفظ بشی و داخل کتاب و همون لغت نامه های کتابی که بهتون دادم، جمع و کسره رو که بهتون دادم، جمع هر کلمه رو حفظ بشی، این بهتره تا اینکه بخوای وزن حفظ کنی. خب اما پس جنس رو گفتیم، تعداد رو گفتیم، میریم سراغ مورد بعدیمون، معرفه و نکره که کامل میخوام بررسی کنم. بچه‌ها معرفه و نکره یه درسش هم دادم دیگه چند هفته قبل، یکی از مباحثی که خیلی خاص روش بررسی کردیم معرفه و نکره بود، که گفتیم معرفه ما دو حالت داشت، یا معرفه بله فلان بود یا معرفه به چی بود خاص بود. در غیر این صورت نکره میگیریمش. چون جلسات قبل خیلی کامل بررسی کردم، سریع ازش میگذرم و به نکته های خاصش اشاره میکنم. پس بریم سراغ نمودار. روی نمودار بهتون توضیح بدم، نمودارش رو براتون آوردم، رو نمودار توضیح بدم بهتون چی به چیه. خب بچه اگه خواستید جزئیاتتون رو دانلود کنید یا پرینت کنید که درسنامه ها باز اونجا هست، ولی من روی نمودارها بهتون توضیح بدم که قشنگ یاد بگیرید. بچه ها نگاه کنید، اسم ما یا معرفه است یا نکره. اما معرفه چیه؟ معرفه تعریفش اسمی شناخته شده و مشخص. انواع معرفه چند تاست؟ کلا ما دو تا معرفه داریم الان توی نظام جدید، کلا دو تا. بچه‌ها دارم بازم میگم، اون جلسه هم کلی تاکید کردم دیگه، ضمیر و اشاره و موصول رو بذارید کنار، معرفه به اضافه رو بذارید کنار، توی تستا دیگه اصلا مطرح نمیشه، اصلا مطرح نمیشه. پس کلا دو نوع معرفه، یا معرفه بله فلان یا معرفه به خاص. پس معرفه بله فلان چیه؟ اسمیه که الف و لام داشته باشه، اسمی که الف و لام داشته باشد، البته به جز خاص. چرا به جز خاص؟ چون گفته دارم اسم خاص حتی اگه الف و لام هم بگیره باز چیه؟ بازم خاصه. پس نها کنید، اسمی که الف و لام داشته باشه معرفه به الف و لامه. مثل چی؟ مثل المعلم. پس این میشه معرفه به الف و لام، ولی اگه خاص باشه قبول نیست. مثل القرآن. القرآن چون اسم خاصه اگه الف و لام هم بگیره باز خاص میمونه. این از این. اما بریم سراغ نوع بعدیمون، معرفه به علم. خب بچه ها معرفه به علم همون معرفه به خاصه دیگه، که توی تستا بیشتر همون معرفه به علم دیگه. خب معرفه به علم یا معرفه به خاص تعریفش چیه؟ اسمیست که از آن فقط یک مورد باشد. این از این. اما موارد معرفه به علم چیا رو میگیریم؟ اسم شخص، حمید، محمد، مهران، سعید، علی، این از این. اسم شهر و کشور، ایران، فلسطین، عراق. اسم شی یا حیوان یا مکان خاص. اوکی، شی و حیوان و مکان خاصن باز معرفه به خاصن. اما توی تستا، توی تستای معرفه به الف و لام رو چجوری میگه؟ بچه‌ها توی تست نمیگه معرفه به الف و لام، و خیلی هم کم پیش میاد که اگه بخواد بگه. توی تست به معرفه به الف و لام چی میگه؟ میگه معرف به ال. معرف بال نوشته میشه، معرف به ال. اوکی، معرفه به علم هم چی میگه؟ میگه معرف بالعلم. این هم میشه همون معرفه به علم یا همون معرفه به خاص ما. اما نکره های ما چیان؟ بچه نها کنید، نکره تعریفش گوش کن، مثلا نکره میخوام بهت تعریف خیلی خوبی بدم که قشنگ تشخیص بدی و توی تستا گیر نکنی. تعریفش میشه همون اسم نامشخص. اما چه اسمایی ما نکره بگیریم؟ یک، اسمی که معرفه نباشه. یعنی چی معرفه نباشه؟ یعنی همون دوتای بالا نباشه. یعنی اگه معرفه به الف و لام و معرفه به علم نبود، نکره است. این مورد اول. مورد دوم، اسمی که تنوین داشته باشه. اسمی که چی؟ تنوین. البته به جز خاص، مثلا قرآنون. وقتی میشه خاص 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 میمونه. پس اسمی که تنوین داشت غالبا نکره است، مگر اینکه چی باشه؟ خاص باشه. مثل چی؟ مثل سعید، مثل علی، علیون. چون اسم شخصه بازم معرفه به خاصه. بچه ها
مورد بعدی که خیلی خوبه توی اون کلمه‌ای که حالا ممکنه چالش ایجاد کنه، شما رو اذیت کنه، این اسم هاست. اسم های مفرد و مثنا و جمع اینا نکرن اگه الف و لام نداشته باشن. مثلا چی؟ مثلا نگاه کنید، مؤمنان الف و لام نداره دیگه، پس نکرست. پس حواست باشه اسم مفرد مثنا جمعی که الف و لام نداشته باشه نکرست. مورد چهارم که خیلی خوبه، اسم های عام و مشترک. بچه ها اسم های عام و مشترک اگه الف و لام نداشته باشن نکرن. مثل چی؟ مثل معلم، مثل طالب، مثل نبی، مثل رسول، مثل امام. کدوم معلم، کدوم طالب، کدوم نبی، کدوم رسول؟ پس این اسم ها چی هست؟ این اسم های عام و مشترک هم نکرن مگر اینکه الف و لام بگیرن. خب بچه ها اینم از موارد معرفه و نکره که کامل گفته بودم جلسات قبل، ولی الان باز خلاصش کردم. باز اگه میخواید عکس بگیرید عکس بگیرید سریع، و اگه سوالی هم دارید بپرسید. خب بچه نها کنید توی کلاس های نکته و تستی که داریم، خب من سوال های کنکور نردانه رو میخوام یه جورایی پیشبینی کنم که چی میخواد بیاد. اونجا بهت میگم که چی به چیه، درس ها رو کامل بهت دادم، ولی اونجا قشنگ برات مشخص میکنم که تستای قواعد چی میخواد بیاد، توی موارد تحلیل صرفی چی میخواد بررسی بشه. اگه الان بهتون میگم توی کنکور 99 تستی نمیاد که بخواد بهت بگه نوع معرفه رو مشخص کن، توی تست قواعد نمیاد. این یکی از مواردی که هستش و توی تحلیل صرفی ها میخواد بیاد. پس گوش کن چی بهت میگم و چجوری بهت درس میدم و همون جوری برو سراغش، خیالت راحت باشه. این از این. پس نا کن، معرفه رو بهت گفتم، نکرم بهت گفتم چی به چیه. میخوام برم سراغ مورد آخرمون، وزن و ساختار اسم. وزن و ساختار اسم. خب بچه کلاس های نکته و تستمون شروع میشه، تاریخ ها رو بهتون میگم، ولی خب چهار قسمتش میکنیم. اول ترجمه بهتون میگم، بعد قواعد بهتون میگم، بعد تحلیل صرفی بهتون میگم، بعد ضبط حرکت و درک مطلب کاملا پیش بینی میکنیم که ایشالا برید درسه بالای 80 خیلی راحت بیارید. بچه اگه حضوری بشه که میریم سراغ همون کلاس های حضوری مون، ولی خب اگه نشد همون آنلاین میریم شده. حالا آخره کلاس باز صحبت میکنم، برم سراغ درسم. وزن و ساختار اسم خیلی 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 مهمه. بچه این قسمت وزن و ساختار خیلی مهمه. توی کتاب به این میگن وزن و ساختار اسم یک و دو. این الان خودش دو تا درسه. وقتی من دارم تحلیل صرفی بهت میگم، یعنی دارم یه جورایی قواعد رو برات مرور میکنم. پس نها کن، این وزن و ساختار اسم یک و دو چی هن؟ این موارد: اسم تفضیل که کامل بررسی کردیم، اسم مکان، مبالغه، فاعل و مفعول. خب بچه ها اینا چی هن؟ من تعریفای و وزنای نیزش رو اینجا بهت بدم، این پایین باز میخوام برم نموداری بررسیش کنم. خب بچه نها کنید، این بالا فقط وزنا رو بهت دادم. اگه میخوای عکسش رو بگیری سریع بگیر. این بالا وزنا، سریع این پایین باز نموداری خیلی خفن بهت بگم که چی به چیه. بریم سراغ مورد اول ما، اسم تفضیل ما. بچه پس اولین وزنی که میخوایم بررسی کنیم اسم تفضیله که یکی از موارد پرکار برده. اسم تفضیل بچه نکته هاش چیه؟ نکته هاش اینه که بر برتری دالت داره. مورد اول تعریفش یعنی چی؟ پس اسم تفضیل یعنی چی؟ اسمی که داله بر برتریه، بهتر، زیباتر، خفنتر، جذابتر،
درس خونتر، اینا همشون اسم تفضیلن. بعد توی ترجمهش چی میاد؟ تر و ترین میاد، بهتر بهترین. اما وزنش چیه؟ بچه ها اسم تفضیل دو تا وزن اصلی داره، نگاه کن، افعل و فولا. این دوتا اصلی های ما هست، اوکی؟ افعل باشی فولا. ولی واسه اینکه راحت تر بشی ما میایم میگیم این وزن ها رو هم داریم. چیا رو داریم؟ این وزن های افعل افعال هم داریم. خب فقط حواستون باید باشه دیگه، معنی اسم تفضیل رو بده بچه ها، اوکی؟ مثلا افعل مثل چی؟ افعل مثل اکبر، فولا مثل کبرا، افعل مثل اهم، افعا مثل اعلا، و افاعل هم مثل افاضل، اوکی؟ پس بچه حواستون باشه که معنی اسم تفصیلم بدن، مخصوصا توی این وزن افاعل. توی این وزن افاعل حواست باشه اسم مکان نباشه یه وقت، مثلا ناکن اماکن، اماکن بر وزن افاعل هست، ولی خب اماکن دیگه بچه هفتمی هم میدونه اماکن چیه، اسم مکانه، این مشخصه. پس دیگه سوتی های بچگونه نرید بچه ها. این سوال هست. بچه خیر و شر هم بهتون میگم، عجله نکنید. خب این از این. پس نگاه کنید، دال بر برتریه، ترجمهش تر و ترین میخواد، اسم تفصیل وزنی اصلش افعل فولا، بعد افعل افعال هم هست بچه، افعل ما تشدید هم داره، اوکی؟ افعل چی داره؟ تشدید داره. اما سه تا کلمه خیلی خاص داریم که اینا هم چی هست؟ اینا هم اسم تفصیل هست، حواستون باشه. اون سه تا کلمه خاص کدوم کلمه های ما هست؟ سه تا کلمه خاص خیر، شر، آخر. اینا چی هست؟ اینا اسم تفصیل هست. خانوما دارم میگم آخر، حواست به این فتحه باشه. آخر اسم تفصیل نیست، آخر نه، آخر. پس حواست باشه خیر، شر، آخر اسم تفصیل هست. باز خیر و شری که چی معنی تر و ترین بده، خیر و شری که معنی خوب خوبی باشه باز قبول نیست. این از اسم تفضیل. و یک موضوع دیگه هم که بخوام بهتون بگم، باز قطعا از اون پیشبینی که بهتون میگم، قطعا اسم تفضیل تو کنکور 99 سوال مستقیم داره، علاوه بر این که توی تستای تحلیل صرفی میخواد بیاد، توی اون بخش قواعد سوال تک مبحثی که از درسای خاص میاد تفضیل قطعا میاد. پس حواست به این اسم تفضیل باشه. اما اینم سراغ اسم مکانم. اسم مکان چیه؟ بچه ها اسم مکان اسمیه که بر مکان وقوع فعل دلالت کنه. حواست باشه، نمی میخوام چی بگم، گوش کن. اسم مکان رو با قید مکان اشتباه نگیر. پس اسم مکان قید مکان نیست. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا بهت میگم تحت، زیر، فوق، بالا، جنب، کنار، یسار، چپ، اینا قید مکانن، اینا اسم مکان نیستن، حواست باشه. پس بچه ها اسم مکان قید مکان نیست. یه وقت نیای قید های مکان رو اسم مکان بگیری. پس اسم مکان چیه؟ اسم مکان تعریفش مکان وقوع فعل، یعنی تو اون مکانی که یه کاری باید انجام بشه. مثلا وقتی من میگم فوق بالا، خب بالایی خالی به درد نمیخوره که، یا میگم تحت زیر یمین یسار راست و چپ، به تنهایی جواب نمیده. مکانی که محل وقوع یه فعلی باشه، مثل مسجد، مثل مدرسه، اینا مکان وقوع سجده، نماز خوندن، سجده کردن و درس خوندنه. پس باید مکان وقوع فعل باشه. پس بچه نها کنید، اسم مکان به طور همزمان باید این دوتا شرط رو داشته باشه. کدوم دوتا شرط؟ همزمان، در آن واحد هر دوتا رو باید داشته باشه.
دو تا شرط. اون دو تا شرط چیه؟ یک، معنای مکان بده. دو، وزن مکان رو داشته باشه. وزن مکان چیه؟ باز اصلیاش مفعل، مفعل، مفعلت، و این وزنه که بهت دادم مفعال، مفعل، مفعال، مفعال. اوکیه؟ که اینا رو کامل بررسی کردیم بچه ها. من فقط مثال بزنم که براتون بهتر جا بیفته. مفعل مثلا مسکن، مفعل مسجد، مفعلت مدرست، مفعال مثلا مزار، مفعل مثل محل، مفعا مثل مرما، یعنی دروازه، دروازه فوتبال. مفاعلم که جمع ماست، مدارس. حواست باشه به معنی این جمع ها. این هم از اسم مکان. اما میخوام برم سراغ مبالغه، ببینم کسی سوال نداره. خب بچه ها، کلاس های نکته و تست و زمانش مشخص میشه، اونو مشخص میکنیم، عجله نکنید، آخر کلاس باز توضیح میدم بهتون. خب اما مبالغه، توی مبالغه‌ای که داریم بچه ها، اسم مبالغه یه جورایی شبیه اسم فاعله، یه جورایی، مشکل نمیگم اسم فاعله ها، یه جورایی، از این جهت که اونم انجام دهنده است. اسم فاعل هم انجام دهنده است، اسم مبالغه هم انجام دهنده است. این وجه اشتراک، فاعل انجام دهنده معمولا، فاعل انجام دهنده، اسم مبالغه هم انجام دهنده معمولا. ولی مبالغه غلظتش بیشتره، خیلی انجام دهنده است. اصلا نها کنید، من میگم رازق، رازق بر وزن فاعل یعنی روزی دهنده، ولی وقتی میگم رزاق یعنی بسیار روزی دهنده. پس حواست رو جمع کن، اسم مبالغه اسمیه که بسیار در ترجمه آن از بسیار استفاده میکنیم. دو تا وزن داره، فعال، فعالت. بچه ها مثل چی؟ فعال، فعالت، مثلا فعال مثل غفار، مثل ستار، فعالت مثلا مثل نفس امارت. بچه ها اشیا هم مثل مبالغه محسوب میشن اگه بر این وزن بیان. مثلا چی؟ مثل سیارت، مثل نظارت، نظارت یعنی عینک. یا اشیایی که حتی بر وزن فعالم بیان باز مبالغه هم، مثل چی؟ مثل جوال، تلفن همراه، اینا مبالغه هم. پس کلمه‌ای که بر وزن فعال و فعالت بیاد میشه اسم مبالغه، ترجمه‌اش هم بسیار میخواد. اما توی وزن و ساختار گفتیم مثل تفصیل مهمه. بعد از اون دو تا مبحث خیلی مهم وزن و ساختار، اسم فاعل و مفعوله، توی تستا خیلی استفاده میشه ازش. توی تستای تحلیل صرفی اسم فاعل و اسم مفعول بچه ها خیلی کاربرد داره. ضمناً تو تحلیل صرفی این دوتا کاربردش بیشتر از بقیه است. چرا؟ چون میشه ازش و روش مانور داد. چی رو مانور بده؟ الان بهتون میگم. بچه نها کنید، این وزن و ساختارهایی که بررسی کردیم، اسم فاعل، اسم الان که میخوام بررسی کنم فاعل، اسم تفضیل، مکان، مبالغه و فاعل و مفعول، این پنجتا ما توی کلاس گفتیم که اینا مشتقن. مشتقن یعنی چی؟ یعنی ریشه فعلی دارن. پس اسمی که برای این وزنا میاد و ریشه فعلی داره بهش میگیم مشتق. توی کنکور از کلمه مشتق استفاده نمیشه، ولی واسه اینکه مفهومش رو درک کنی بهت میگم. پس اینها ریشه فعلی دارن. اوکی. خب بچه ها اگه یادتون باشه توی دهم ثلاثی مجرد و مزید رو خوندیم و یکی از مهمترین مباحث تحلیل صرفی فعل و حتی اسمه، میتونم به جرأت بهت بگم اگه هنوزم که هنوزه اون 8 بابو حفظ نکردی، قید این 3 تا تست رو باید بزنی. 12% ریاضی تجربی ها و 24% انسانی ها اگه اون جدول رو حفظ نکرده باشی باید باش خداحافظی کنی. خیلی مهمه. چرا؟
چون توی وزن و ساختاری هم که واسه اسم دیگه باز رد پای مجرد و مزید میاد وسط. نگاه کن، پس من توی اسم فاعل و مفعول من باید حواسم باشه. اگه اسم فاعل میخوام، اسم فاعل از چی میخوام؟ اسم فاعل از مجرد میخوام یا از مزید؟ اگه اسم فاعل از فعل مزید بخوام، بر وزن فاعل میاد. حالا این فاعل میتونه به صورت‌های فاعی و فاعل و آفل هم بیاد. من بخوام مثال بزنم برات، این گوشه برات می‌نویسم، وزن فاعل مثل حامد، وزن فاعی مثل هادی، مثل فاتی، وزن فال مثل زال، یعنی گمراه کننده، ولزالین، وزن آفل مثل آمر، مثل آخذ. اینا پس اسمای فاعل اساسی مجرد. ولی هر وقت ازت اسم فاعل مزید خواست، هر وقت ازت اسم فاعل مزید بخواد، حواست به این نکته باشه، اسم فاعل مزید بچه ها باید 100% موعه، یا حالا به جای ایه بیاد، باید موعه باشه. ناکنید اسم فاعل مزید موعه، مفعل، مفعل. بچه ها ممکنه حرکت کسره رو زیر تشدید بذاره، اینم باز ناکنید منظورم اینه، اینم باز ای محسوب میشه، ا نخونی. مفاعل، مفتعل، پس موعه. هر جا دارم بهت میگم از این نکته استفاده کن، هر جا موعه دیدی اسم فاعل مزیده، اسم فاعل از فعل ثلاثی مزیده. مثال بزنم، نگاه کنید، مثلا مفعل مثل مثلا محسن، من اینجا بنویسم که شماها ببینید، مفعل مثل محسن، بعدی مفعل تشدید داره مثل مثلا معلم، بعدی مثل چی؟ مثلا چی دارم؟ مفاعل مثل مجاهد، بعدی مفتعل مثل مجتهد. حله؟ این از این. پس اگه اسم فاعل از فعل فعل ثلاثی مجرد خواست، بر وزن خود فاعل. ولی اگه اسم فاعل از ثلاثی مزید خواست، بر وزن چی؟ موعه و اینا. این از این. اما اسم مفعول باز همون داستانه که از مجرد بخواد یا از مزید بخواد. اگه از مجرد بخواد، بر وزن خود مفعول میاد، ولی اگه از مزید بخواد میشه داستان موعه. پس نگاه کنید بچه ها، اگه اسم مفعول از مجرد خواست، خود مفعول مثل چی؟ مثل محمود، مثل منصور، مثل مسعود. ولی اگه اسم مفعول شما را از مزید خواست، از چی خواست؟ از مزید. اینجا شما باید به سراغ موعه، حالا به جای ا میتونه الف هم بیاد، ایراد نداره. این از این. پس نگاه کنید، مفعل، مفعل، مفاعل، مفتعل. پس بچه ها اسمی که موعه باشه اسم فاعل مزیده، اسمی که موعه باشه اسم فاعل اسم مفعول مزیده. یه مثال بزنم، مثلا نگاه کنید، اگه بگه مثلا بهت بگه معلم، این اسم فاعله. اگه بهت بگه فرزند، معلم، این اسم مفعوله، چون موعه داره اسم فاعل، چون موعه داره اسم مفعول. بچه ها این از جنبندی تحلیل صرفی اسم بود. اگه سوال دارید به هم بگید، اگه نه برم سراغ چند تا کلمه رو تحلیل صرفی کامل کنم، بعدش برم سراغ تستام. سوال خب استاد توی کتاب دهم گفتید جوال مبالغه. نه بچه ها، من بارها گفتم اشیا میخواد سیارت باشه، میخواد جوال باشه،
همین که بر وزن فعال و فعالیت بیاد مبالغه است. هر چی اگه نظام قدیم بود، آره تو نظام قدیم جوال و اسم مبالغه نمی گرفتن. تو نظام قدیم اشیا رو چه فعال باشه چه فعالیت باشه مبالغه نمی گرفتن. ولی الان دیگه شما کلا باید اون مباحث نظام قدیم کلا بره کنار. الان هر چی بر وزن فعال و فعالیت بیاد، هر چی بر وزن فعال فعالیت بیاد قبوله. شغل مبالغه بچه‌ها، شغلایی که بر وزن فعال فعالیت باشه، مثل مهندس، مثل معلم، مثلا خباز، نانوا، بزاز، پارچه فروش، اینا قبولن. مضاف همیشه اسمه، بله مضاف همیشه اسمه. حتی تو خب سوال نیستش، بریم چند کلمه رو بررسی کنیم، را بیافتید و بعدش تست. این مبحث مرب مبنی رو توی تستای انسانی بهش اشاره میکنم. باز من اینجا مکس کنم، اونایی که میخوان عکس بگیرن عکسشون رو بگیرن. بچه های انسانی این سوال کلمه مون من آوردم اینجا. چند تا کلمه رو آوردم که بخوایم تحلیل کنیم. جمله میخوام اسماشو مشخص کنم، تحلیل کنم، خیلی هم سریع برم جلو که به تستام برسم، به فعل من برسم. بچه نها کنید، مثلا برم سراغ کلمه سماوات، عرض، ظلمات، نور، حمد، اینا اسمن. الذی، لله. بذارم اینا رو دونه دونه بهتون بگم چرا اسمن، دونه دونه بگم چرا اسمن. اگه بخوام خیلی ریز توضیح بدم، با اینکه سر اکثر کلاس‌های من پس رو کار کردم، وقتم گرفته میشه. بچه نها کنید، الان توی مثال اولی که داریم چند تا اسم داریم، دقیقش رو توضیح میدم، سریع برم بررسیش کنم. مثلا نها کنید، الحمد الف و لام داره پس اسمه، لله جار و مجروره پس اسمه، الذی موصوله پس اسمه، خلق فعله. نها کن خلق رو شما خیلی جاها به صورت خلق میبینید، خلق. این دیگه فعل نیست. چرا؟ چون این سه حرفی ساکن الوسطه، پس خلق فعله، ولی خلق اسمه. خب پس خلق اسمه، سماوات الف و لام داره اسمه، عرض الف و لام اسم، ظلمات الف و لام اسم، نور الف و لام اسم. من یه اسم رو بررسی میکنم اینجا، بریم سراغ فرقی نمی کنه. سماوات رو بریم که یه خود از بقیه سخت‌تر باشه ظاهرش. سماوات. خب میخوام اینو بررسی کنم. بچه چون الف و لام داره اسمه. خب جنسش چیه؟ بچه این جمع مؤنثه دیگه. چرا جمع مؤنث؟ آخرش الف و ت داره. درسته؟ الف و ت. بعد معرفه یا نکره؟ خب الف و لام داره. معرفه به الف و لام یا همون معرف به ال، همین، اوکیه. اما وزن و ساختارش، بچه ها اسمایی که توی اون پنج شمارد فاعل، مفعول، مبالغه، تفصیل، مکان قرار نمیگیرن، وزن و ساختارش بررسی نمیشه. میریم تو الاعرابش که میشه مفعول، اوکی. چرا؟ چون خلق فعله، بعدش یه اسم منصوب اومده، بعد از فعل اسم منصوب بیاد میشه چی؟ میشه مفعول. این از این. برم تو مثال بعدی یه کلمه بررسی کنم. تو مثال بعدی کلمه‌ای که میخوام بررسی کنم، بچه‌ها دیگه نگم کدوم ها اسمن، وقتم گرفته نشه. برم سراغ کلمه تفکر که یه خورده چالشش بیشتره، چون ممکنه یه دست بچه‌ها تفکر رو فعل بگیرن. بچه‌ها ما تو باب تفعل داریم، تفعل یتفعل تفعل و تفعل. خب بچه ها نها کنید چقدر شبیه هن.
به خاطر همین دارم میگم حتی بابهای مزیدمون هم توی اسمها تأثیر میذارن. پس بابهای مزید رو باید حرکت به حرکت، نمیگم کلمه به کلمه، حرکت به حرکت باید حفظش کنیم. تفعول مصدره و تو نشونه های اسم خوندیم مصدرها اسمن. پس تفکر که بر وزن تفعول اسمه، پس تفکر این میشه اسم. خب تفکر مفرده، جنسش مذکره، الاعرابش. بچه وزن و ساختارش رو دیگه بررسی نکردیم چون تو قاعده ها نیستش. اسم دیگه اول جمله اومده بچه ها، بعد از دوتا نقطه اول جمله محسوب میشه. اسم مرفوع اول جمله میشه چی؟ مبتدا مرفوع. خب اینو خوندیم توی درس پنج دهم. این از این. خب توی تستا ممکنه، توی تستا ممکنه از این تفکر یه مصدر بنویسه که این کارو میکنه، داخل پرانتز بگه مصدر چی؟ مصدر مجرد یا مزید. تفکر مصدر بابهای مزید بود دیگه، پس از این هم استفاده میشه توی تستا. کلمه بعدی مسئولون. تو کلمه بعدی میخوام مسئولون رو بررسی کنم. بچه نگاه کنید، مسئولون اسم، بعد جمع، جمع مذکر سالمه، بعد وزن و ساختارش چیه؟ اسم مفعول. بچه داخل پرانتز باید بگید اسم مفعول از چی؟ اسم مفعول از مزید یا از مجرد. مسئول بر وزن مفعول اسم مفعول مجرد بودش. این از این. خب یه مثال دیگه که بخوام بررسی کنم توی مثال چهارم میخوام برم سراغ کلمه الاخرین. تو مثال چهار میرم سراغ الاخرین. بچه ها الاخرین نها کنید، الاخرین ا داره، حواست باشه این اسم تفضیل نیست دا، اسمه. پس آخر اگه بود اسم تفضیل، آخر اگه بود اسم فاعله، پس میشه اسم جمع مذکر سالم. بچه ها وزن و ساختارش چیه؟ اسم فاعله. اسم فاعله مجرد یا مزید؟ بهتون گفته بودم اگه وزنم فاعل باشه اسم فاعل مجرده، اگه موعه باشه اسم فاعل مزیده، آخر بر وزن فاعل دیگه، پس اسم فاعل مجرده. بعد از اسلش نقشش چیه؟ نها کنید حرف جر اومده قبلش، پس میشه مجرور به حرف جر. اینم از این. خب میخوام برم سراغ جمله بعدیم، یک کلمه هم اونجا انتخاب کنم که قشنگ جا بیفته. اینجا میرم سراغ متراکم که از بقیه سخت‌تر هم هستش. نکنید متراکمون. خب من همین که دارم اینجا نکن دارم موعه میبینم. چی میبینم؟ موعه. سریع رو هوا میگم میگه، پس این اسم مفرد هست، مذکرم هست، اسم فاعله. اسم فاعله چی؟ وقتی موعه باشه اسم فاعل مزیده. حتی باید بتونید تشخیص بدید، میگم جدول باید انقدر خوب حفظ باشی بتونید تشخیص بدید که واسه کدوم بابه. متراکم بر وزن متفاعل واسه باب تفاعل، حواست باشه. بعد چون تنوین دارم نکره است اما الاعرابش ناکن تو جمله. بخار مبتدا، متراکمون. این کلمه یه کلمه خیلی خوب الاعرابی توی تستای ماست. من الان متراکم و خبر بگیرم یا صفت؟ خبر یا صفت؟ بچه نها کنید اگه دقت کنید متراکم داره از بخار اسکی میره. داره چی میره؟ اسکی میره. بخارون متراکمون فسما ینزلو، درسته؟ پس متراکم اونجا چیه؟ متراکم اونجا
صفته چون اسکی رفته. حواسو جمع کن. ینزلو میشه خبر. ینزلو میشه خبر.